با نام ویاد خداوند، سرخط مهمترین خبرهای امروز از افغانستان، جزئیات خانه‌نشین شدن عبدالحمید خراسانی در ولایت پنجشیر، ادعای قاری فصیح الدین تمامیت ارضی ولایت پنجشیر تصرف شد، وضعیت پنجشیر لله الحمد کنترل است، مشکلات به او سطحی که رسانه سری از او چی میکنه دیگه از طرفی از او تبلیغات میشه به او شکل نیست. پیام فوری حسیب قای مرکز از داخل سنگر مقاومت و در دامن گزاریش 4 کشته و زخمی در جنگ میان 2 فرمانده طالبان. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را حتما دنبال کنید. وبسایت خبری اسپوتنیک افغانستان می نویسد که عبدالحمید خراسانی از صف طالبان جدا می شود. در ادامه اختلافات درونی طالبان در پنجشیر، عبدالحمید خراسانی آمر امنیت پیشین فرماندهی امنیه این ولایت نیز از صف طالبان جدا می شود. با گزارش اسپوتنیک، عبدالحمید خراسانی روز یکشنبه 6 سنبله در صحبت با روزنامه 8 صبح این خبر را تایید کرده و گفته است که تصمیم دارد زندگی عادی را در پیش بگیرد. با این حال عبدالحمید خراسانی دلیل جدا شدنش از صف طالبان را نبود انصاف و عدالت و انحصار قدرت در حکومت گروه طالبان عنوان کرده است. عبدالحمید خراسانی اضافه می کند که تا چند روز دیگر سلاح و تجهیزات طالبان را تسلیم و زندگی عادی را اختیار می کند. عبدالحمید خراسانی در نخستین روزهای حاکمیت طالبان بر افغانستان با گروه طالبان پیوست و آمر امنیت فرماندهی امنیه گروه طالبان در ولایت پنجشیر مقرر شد. وی بعد از مدت اسوی طالبان برکنار و به جای او فرد دیگری به عنوان آمر امنیت طالبان برای پنجشیر گماشته شد. گفته می شود که از چند مدت به این سو چندین مقام بومی طالبان در پنجشیر توسط افراد پشتون تبار گروه طالبان بازداشت و زندانی شده است. و در ادامه این گزارش افغانستان اینترنشنال می نویسد که رئیس ستاد ارتش طالبان می گوید پنجشیر به طور کامل در تصرف طالبان است و جبهه مقاومت ملی دستاورد ندارد. رئیس ستاد ارتش طالبان میگوید که تمام قلمرو پنجشیر در تصرف گروه طالبان قرار دارد. قاری فصیح الدین گفته است که جبهه مقاومت ملی در یک سال گذشته هیچ دستاوردی نداشته و حتی نتوانسته است یک قرار هم تصرف کند. او همچنان میافزاید که فعالیت جبهه مقاومت به آن سطح نیست که این جبهه تبلیغات میکند. این مقام ارشد طالبان روز یکشنبه در جلسه حسابدهی از فعالیت یک ساله وزارت دفاع گروه طالبان گفته است که با وجودی که در گذشته از جنگ‌های داخلی و آغاز مقاومت در فصل بهار گفته می‌شود، اما در یک سال گذشته دیده شده است که این جبهه نتوانسته حتی یک قریه را در پنجشیر یا دیگر جاها تصرف کند. با گفته قاری فصیح الدین، افراد طالبان در تمام بخش‌های ولایت پنجشیر تسلط دارند. در حالی که طالبان پیش از این همواره فعالیت جبهه مقاومت را در پنجشیر رد می کرد، اما این مقام طالبان گفته است که حضور جبهه مقاومت به میزانی نیست که خود این جبهه ادعا می کند. او می گوید اگر کسی بخواهد امنیت را مختل کند، حتی با یک تفنگ خود می تواند گاه گاهی از یک نقطه کوه بعضی مشکلات را ایجاد کند. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در ولایت پنجشیر و بغلان در برابر طالبان مقاومت می کند. جزئیات بیشتر را از زبان خودش بشنوید. سوال شما در رابطه با وضعیت پنجشیر بود. وضعیت پنجشیر لله الحمد کنترل است. مشکلات به او سطحی که رسانه سری از او چی میکنه دیگه از طرفی از او تبلیغات میشه به او شکل نیست. یعنی اوضاع در پنجشیر مکمل کنترل است. تمام قلمرو پنجشیر در کنترل مجاهدین امارت اسلامی است و طبعا یک کسی که بخواهد که امنیت اخلال بکنه و به مردم آزار و اذیت برساند و منطقه را ناامن بکند با یک میل کلاشینکوف شم از یک نقطه کو میتواند که گاه گاه همچنین مشکلات ایجاد بکنه و الحمدلله اونجا وضعیت بخی کنترل است. مجاهدین ما در تمام اون نقاط چی هستند جا به جا هستند. با وجودی از ای که در این مدت یک سال این خبرنا می گفتند که در وقت فصل بهار شاید جنگ های داخلی اینجا شروع شود و مقاومت ایجاد شود، تا حال شما دیدین که هیچ دستاوردی و هیچ پیشرفتی نداشتن، حتی یک قریه هم در پنجشیر یا در دیگه اونها نتونستن که تحت کنترلشون بیارن.
و در ادامه این گزارش منبع نوشته است که 4 کشته و زخمی در درگیری میان 2 فرمانده طالبان. منابع از ولایت بغلان میگوید که در درگیری میان خودی طالبان پشتون تبار و طالبان تاجیک تبار در شهرستان تالو برفک بغلان که در بامداد روز جمعه اتفاق افتاده است، 4 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شده است. یک از نظامیان پیشین شهرستان تالو برفک در این باره میگوید که قاری سمیع الله آمر استخبارات طالبان و بهاءالدین فرمانده امنیه این شهرستان با هم درگیر شدند که در نتیجه آن قاری سمیع الله با 4 محافظش از سوی بهاءالدین کشته می شود. باید افزود این منبع آگاه که به دلایل مسائل امنیتی نخواست نامش در این گزارش گرفته شود میگوید که بهاءالدین از نخستین افرادی است که در این شهرستان طالبان را هسته گذاری کرده بود. در همین حال یک منبع نزدیک به طالبان نیز میگوید که بهاءالدین در صدد ایجاد جبهه در برابر طالبان است که این کار از همان فکر جدایی طلبیش سرچشمه میگیرد. منابع محلی انگیزه این درگیری را رفتار زشت قاری سمیع الله باشنده بغلان مرکزی با باشندگان محل عنوان میکند. یکی از باشندگان محل در این باره میگوید که انگیزه این درگیری اذیت و آزار باشندگان محل از سوی آمر استخبارات طالبان بوده است. وی در ادامه افزود است که قاری سمیع الله مردم محل را به بهانه های گوناگون اذیت و آزار میکرد و این باعث شد تا فرمانده محلی طالبان دست به قتل آمر استخبارات بزند. منبع دیگر میگوید که همین اکنون بهاءالدین با 40 تن از افراد تحت امرش به نقاط بلند مرز میان تالو برفک و بامیان برآمده است. باید افزود درگیری میان گروه طالبان موضوع جدیدی نیست. پیش از این نیز رسانه ها گزارش هایی را منتشر کردند که فرماندهان طالبان در ولایت های تخار، بدخشان، فاریاب، مرکز بغلان و شهرستان های اندراب میان خود درگیر شده است. و در ادامه این گزارش خبر فوری از داخل سنگر مقاومت و با صدای فرمانده حسیب قایم مرکز را از دست ندهید. سر ماست گذشته از همه استادگیه که در دوره جهاد و مقاومت در کنار قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود کرده، ما او را فراموش نمیکنیم. امو روز هم خدا شاهد است با اسیرهایشون بسیار اک برخورد انسانی و اسلامی کردیم، با زخمیهایشون کمک های اولیه را تدبیر کردیم. دیگه بسیار رویه خوب و رخصتشون کردیم طرف رویستان برایشون گفتیم اونگه او براده سرتان را در گریبانتان بکنه. شما چرا بایدر حالی دست یک نوکرهای کشورهای بیگانه شده؟ ای اماراتی گروه جهل ای خوب یادر ریه ای نه نماینده اسلام است، جز از اون بایرق کلمه لا اله الا محمد رسول الله استفاده کرده که الان ما اسلام هستیم. هر کاری که دستشان میکنن یا گروه تروریست، جاهل، مزدور، جنایتکار با هیچ قانون اسلامی و انسانی ها پابند نیستن. چی گفته شما میره زیر بایرق از شما وظیفه میکنه؟ چرا چوب سخت بدر جور میکنه خدا چوب سخت امارات؟ دیگه این رقم گپا را ما برای شما گفتم، باز هم از این دوستم و برادرم و که همراه خودت در تماس هست برش ازش خواهش که بگو برادر این مردم ها دیگه نمان نشان دهید جای به برای شما بگو بره در کنار فامیلتان زندگی خوش آرامتان رو بکنه. چرا همه تاریخی که شما در گذشته داشته یک تاریخ خوب داره مردم خود، یک مردم با فرهنگ هستن، یک مردم هستن که تمدنشان ثبت تاریخ هست. برای شما بگو تاریخ تان خراب نکنه.